بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بحمد وصفات وستائش بيهات بار خداوند متعال، وبدرود بيبايان بار محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام، و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و مرصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که انشاءالله در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح دین و دنیا، قلوب و افکار و اندیشه ها، خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی، به نیکی، به درستی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن، سخن خداوند است و بهترین رهنمود، رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والو، هنوز رو آیه 40 هستیم از سوره اعراف. تلاوتش را بشنویم از یکی از بلبلان حرم مکی، و بعد از اون انشاءالله ترجمه شعری و تفسیرش را. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. کسانی که از کبر و فرط غرور نمودند تکذیب آیات نور، تکذیب آیات قرآن، دلیلش کبر و غروره و بس. بران قوم ناراستکار آن زمان، نگردد دری باز از آسمان. نیایند هرگز به باغ بهشت که امری محال است این سرنوشت. چو سوراخ سوزان که تنگ است و خورد، تنابی دران کی توانی ببرد.
بر این گونه افراد برگشته بخت مجازات رانیم بسیار سخت. بگسترده بستر میان سقر جهنم، سراپرده افراشته سر به سر، چنین است فرجام آن ظالمان، نمایند از خشم او نمانند از خشم او در امان. در این آیه می‌بینیم که وقتی که خداوند از بندش راضی بشه، درهای آسمان رو به سوش می‌گشاید، همچون در جلسه گذشته هم عرض شد. موضوع دومی که اینجا طرح خواهد شد اینه که انسان به رحمت خداوند داخل بهشت میشه، لیکن اعمال یک سببیه. ان الذين كذبوا بآياتنا، اونهایی که آیات ما را تکذیب کردند، اگر امامت از آیات خداست، امرای کونند، چرا آیه‌ای راجبشون نازل نشد که انسان مدرکی داشته باشه روز قیامت؟ آیه های خدا همچنان در جلسات گذشته هم ذکر شده بار و بار، عبارت از چند چیزه. آیه یعنی نشانی، آیه ها و علامت ها و چراغی بر فراراه روشنایی، دلالت ها در این کائنات، در این هستی، در این وجود، یعنی خلقش، یعنی مخلوقاتش، یعنی وجود، همه این وجود دلالت بر خداوند میکنه، لیکن چشم بینا میخواهد. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. آیه هایی که در قرآن بهش اشاره میشه، یکی مخلوقاتشه. آیه های دیگری هست که افعالشه، آیه های تکوینیه که امام تراشان زندیق و گمراه ولایت تکوینی را که میگن از اینجا گرفتن، و این در واقع اینو تحریف کردن. افعال خداوند کجا؟ از افعال خداوند که این امام و اون امامی که خود اینا اهل سنت بودن، شما به زور اینها رو شیعه کنید و به زور هم اینا رو امرای هستی بکنید و صفات خدا به شما بدید، چهارده خدایی بشید. پس آیه های قسمت دوم آیه های تکوینیه که برای افعال خداونده. سومین نشانی ها آیه های قرآنه، کلامشه. پس کلامش علامتشه، فعلش علامتشه و خلقش علامتشه. خلقش، فعلش و سخنش. بعضی ها میگن که معجزات انبیا هم جز این هاست، لیکن فرق بین معجزه و بین اعجاز فرق بزرگیه. معجزه چیه؟ تصویر امشب ببخشید واضح نیست، مثل که من نمیدونم مثل هر شبه یا نه، به نظر بنده تصویر خیلی واضح نیست.
بگذاریم. معجزه برخلاف قوانین طبیعیه، خرق نوامیسه. اما اعجاز چیه؟ اعجاز اشاره به یک قضیه علمیه که صدها سال بعد ظاهر میشه. پس الان تفاوت واضح شد بین اعجاز و بین معجزه. معجزه اینه که شما یه انسانی مثل حضرت ابراهیم خلیل الله علیه و آله نبینا صلوات و سلام تو آتش انداخته میشه نمیسوزه، این معجزه. عصا رو به زمین بندازه اژدها بشه، مار بشه، و الهی ثعبان و مبین، اژدهای واضحیه، این معجزه. اما قلوبی که مریض باشن حتی معجزه رو هم که نمیبینن بلکه ازش تناقض میتراشن، مثل مسیح پرستی که به جای اینکه آیه رو بفهمه اگرچه خوندنش هم بلد نبود میگه متناقضه. اینا مرض و غرضه، چون غرض آید هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. معجزه شکافتن ماه، اینا معجزاته، برخلاف قوانین طبیعیه، برخلاف عادت هاست. این معجزات برای چیه؟ این معجزات شهادت خداونده برای پیغمبرانش، برای رسولانش، که این انسانی که این معجزات من در دستش صورت میدم، این انسان رسول خداست. چرا؟ برای امامت دروغین یهود ساخته شیعه که از نبوت هم بالاترش بردن، چون این معجزه‌ای در قرآن کریم ازشون نیاورده. علتش چیه؟ چون اصل امامت یک دروغ و یک افترای بزرگ بیش نیست. این از این. بس معجزه رو فهمیدیم. اعجاز چیه؟ وقتی یک اشاره به یک قضیه علمی در قرآن کریم میاد که 1400 اندی سال بعد کشف میشه، بعد میبینه که این سخنی که در قرآن گفته شده در سال 2000 که کشف شده با بحث علمی کاملا موافقه. اعجاز بر طبق قوانینه، اما یک سبقت علمیه، یک اشاره، یک حقیقت علمیه که در وقت نزول وحی اصلا کسی اونو نمیدونست. بعد از 1400 اندی سال کشف شده، اونم دانشمندانی کشف کردن که اصلا مسلمان نبودن. پس اون آیه قرآن دلیل بر اینه که کسی که این کائنات رو درست کرده همون کسی است که قرآن رو درست کرده، ببخشید، همون کسی که قرآن رو فرستاده. ان الذين كذبوا بآياتنا، اونهایی که آیه های ما رو تکذیب کردن. بلکه اگر تصدیقش میکردن باید بهش عمل میکردن. اگر تصدیقش میکردن نمیگفتند که نماز جمعه عبادی سیاسیه، نمیگفتند که امام هاست، پیغمبران بالاترن، امرای هستی هن. این چرت پرتا رو برای فریب عوام میگن. اگر تصدیقش میکردن نماز جمعه رو عبادی سیاسی نمیدونستن. لیکن چون بر بی قیدی و بی بند و باری عادت کردن، اون لباس مذهب دادن. میخوان بدون هیچ ضابطه ای، بدون امر و نهی، بدون هیچ نیروی بازدارنده ای، بدون ارزش ها، بدون مبدا زندگیشون رو بچرخونن، به اصطلاح امروز آزاد باشن. همه مذاهب زاله از تشیع تا بهائیت، از جنبش پیغمبر پرستی، پیغمبر تراشی دروغین اسود انسی و امثالش، تا امام تراشی دروغین ابن سبا از خمینی تا کلینی، هدفشون برداشتن تکلیف و سبک کردن اینها بوده. در صورتی که قرآن
دین انسان رو بالاتر از طاقت خودش مکلف نکرده. لیکن هر طبیعت انسان اینجوریه که میخواد از تکلیف ها شانه خالی کنه. چون این انسان هایی رو قرآن در سوره فرقان تشبیه میکنه به چارپایان، این هم کل انعام بل هم اضل و سبیلا، این ها مثل چارپایانی هستند بلکه از چارپایان گمراه دارن. بعد دینانی را که قرآن که کتاب خدا را تحریف کردن، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مانند کسانی که شبیه مثال کسانی که مسئولیت تورات به دوششون گذاشته شد لیکن اون مسئولیت رو ادا نکردن، مثل چارپایانی است که کتاب ها بر دوشش باشه. امروز همین آیه بر بسیاری از مسلمان ها صدق میکنه، بر بسیاری از مصاحب زاله به خصوص تشیع و اونچه از تشیع اومده بیرون صدق میکنه. همین هایی که به وسیله باندهای ابن سبع، اینه که قرآن بهشون اشاره میکنه، در لباس تشیع ظاهر شدن، همین ها هستند که امروز بر ایران و عراق و سوریه حاکمان. به نفرین خدا بر اینها باد. قرآن میگه که انهم خشوم و مسنده در سوره مرافقون، مثل چوب خشکی هست، هرچه بهشون حرف بزنی تأثیر نداره. پس آیه های خدا رو فهمیدیم یعنی چی؟ راه درست ایمان به خدا آیه های قرآنیش، اولا آیه های قرآنی، بعد از اون آیه های تکوینی افعالش و آیه هایی که در این هستی وجود داره، آیه های کونی و معجزات. هیچ جا در قرآن کریم که کتاب کاملیه بتخانه هایی به نام عتبات آلیات مجعول روحانیت مدعی تشیع رو آیات خدا نخونده که مردم رمه رمه برن اونجا رو بلیسن، از استخوان های پوسیده مردگان شفا بخواهن، بلکه راه ایمان به خداوند آیه های قرآنه، نشانی های خداوند در قرآن، نشانی هایش در این هستی، معجزات پیغمبران و آیه هایی که در این جهان وجود داره در جهان هستی. راه درست اینه. ولذا قرآن در سوره جاسیه می فرماید فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بعد از آیات خدا، به چه سخنی بعد از خدا و آیاتش به چه سخنی ایمان میارن؟ روایت میتراشن؟ ایمان میتراشن؟ بلکه خود خداوند جل جلاله و منواله لا تدرک الابصار، چشما اونو نمیتونه ببینه. ولذا در این جهان، در این جهانی که من شما در عالم اسباب زندگی میکنیم، عقلها، خردها، دانشها، عقول فکر بشری از خلال مخلوقات، از خلال خلق خداوند به خالقش پی میاره. همچنان که انسان یه اثر رو ببینه به مؤثر پی میبره، دود ببینه به آتش میرسه، میدونه که آتشی هست. ان الذين لا يؤمنون بآياتنا، اونها که با آیات ما ایمان نمیارن، ان الذين كذبوا بآياتنا، اونها که آیات خدا رو تکذیب کردن، واستكبروا عنها، و تکبر ورزیدن، هم از ایمان ابتلا کردن و هم تکذیب کردن. ورسا بعضی از گناهان، گناهان تکبره، انسان از سر تکبر گناه میکنه که سرور این گناهکاران که از راه تکبر و عجب و خودپسندی و گردن کشی به معصیت میفتن، سرورشون، رهبرشون، امامشون ابلیس لعینه. همونی که میگفت لم اکن لأسجد لبشرین خلقته من طین، من به بشری که تو اون از خاک ایجاد کردید سجده نمی کنم. یعنی که نژادپرستی، قوم برتر، ملت برتر،
ملت برگزیده خداوند، چون که صهیونیست‌ها معتقدن، چون که صهیونیست های رافضی معتقدن، همه این مذاهب هم نهله ابلیس هن. ابلیس اولین کسی است که نجات پرستی رو مطرح کرد، آقا من از آتشم، انسان از خاک، من بهترم. ابا و استکبر و کان من الکافرین، امتناع کرد، تکبر کرد و از کافران شد. دستور خدا رو میذاره زیر پا، تکبر میکنه. پس یه گناه داریم که معصیت استکباره، معصیت تکبره، معصیت غروره. این معصیت، این نوع معصیت ها هزار بار از معصیت ضعف که انسان در حالت ضعف معصیت میفته بدتره. گاهی انسان شهوت برش غلبه میکنه، به معصیتی میفته، بعدم شدت گریه میکنه، سالها بعد بیاد معصیتش میفته، از معصیتش پشیمان میشه. این معصیت خیلی خیلی فرق میکنه با معصیت تکبر، که انسان اصلا تکبر حرف خدا رو گوش نکنه، بلکه دومی معصیته، اما اولی نه تکبر و استکباره، غرور خدایی کردنه. ولذا بعضی از عارفان میگند که فکر کنم ابن عطاءالله سکندری باشه، اسکندری، رب معصیت اورثت ذلا و انکسارا خیر من طاعت اورثت عزا و استکبارا. چه معصیتی که نتیجهش، چه گناهی که نتیجهش ذلت و شکستگی و تواضع باشه، بهتر از طاعت و عبادتی است که نتیجهش تکبر باشه، نتیجهش سرکشی باشه. و الا خداوند طبیعت انسانو میدونه، لذا میفرماد که لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر، اگر شما گناه نمی کردید من از بالاتر از گناه براتون میترسیدم. بالاتر از گناه چیه؟ العجب، العجب، خودپسندی، غرور، تکبر، همچون که امام بزار این روایت کرده، ابن حبان از ابو سعید این آورده. ای که مغرور انسان بشه. یه باری شخصی میگفت که من بالاتر از اینم که به زنها نگاه میکنم، نگاه بکنم، من به زنها اصلا نگاه نمی کنم، من بالاتر از اینم. یه عالمی ازش انتقاد میکنه، میگه که خب تو بالاتری حضرت یوسف، حضرت یوسف پیغمبر، بالاتر پیغمبران الگوی من شما. حضرت یوسف پیغمبر میفرماید، دست سوی خدا بلند میکنه، حجی مجی لا کرجی نمیگه، یا علی نمیگه، یا آل بیت نمیگه، طوری که رافضیان معتقدن، طوری که آل بیت پرستان و علی پرستان معتقدن در لباس تشیع، بلکه به خداوند توجه میفرماید، دست نیاز به سوی خداوند برمیدارد. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکون من الجاهلین، اگر کیدشون و مکرشون و مکر زنها مکر بزرگیه، این کیدهن عظیم، کیدشون مکرشون بزرگه، بلکه این مکر و کیدشون توافق داره با نقطه ضعف انسان. و الا تصرف عنی کیدهن، اگر ای خدایا کیدشون را، مکرشون را از من دور نکنی، من بهشون تمایل پیدا میکنم و از جاهلا میشم. میدونید معنی لا حول ولا قوة الا بالله چیه؟ یعنی لا حول یعنی ای خدایا جز به تو من از معصیت دور نمیشم، جز به قدرت تو، و جز به قدرت تو به طاعت وانمیستم. یعنی همه چیز به تو باز میگرده. وقتی ما میخونیم هر روز در فاتحه میخونیم چندین بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای بار خدایا فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میطلبیم برای طاعت خداوند. انسان باید از خود خداوند کمک بگیره، نه به امامان جعلی و صالحان و بزرگان،
جالب اینه که امام پرستان همین آیه رو روزی صد بار نقض میکنن، در نماز میگن ای خدای ما فقط از تو استعانت میطلبیم، تا نماز تمام شد میگن ای محمد، ای علی، اکفیانی، فانتوما کافیانی، روزی صد بار یا علی میگن، یک بار یا الله نمیگن. آیا ابراهیم ابو الانبیا قهرمان توحید علیه و آله نبی صلی و سلام نگفت که دعا نکرد که وجنوبنی و بنی ان نعبد الاسنام، ای پروردگارا من و فرزندانم را از بت پرستی دور نگه دار؟ آیا ابراهیم علیه السلام که قهرمان توحید ابو الانبیا پیامبران توحیدی در قوم بنی اسرائیل باید اسوه ما باشه یا خیر؟ اون از خدا میخواد. ابلیس هایی چون کورانی و آخوندهای شیعه میگن که نه شما از علی بخواهید. چرا ابراهیم مستقیم از خدا میخواد، مستقیم از خدا طلب حاجت میکنه که امروز آخوند مزدوری چون کورانی بگه که چون شیطان مستقیم از خدا خواسته باید علی رو واسطه قرار بدیم؟ ببینش شیطان چطوری انسانها رو گمراه میکنه. باز کردیم مطلب خودمون، هر انسانی که مستقیم بشه متقید بشه لیکن غرور مغرور بشه ملغزش پیدا میکنه، دوباره چنان حماقتی گرفتار بشه که شاید یه بچه کوچکمون انجام نده. اگر مطیع خداوند دید سجده شکر کن که خداوند تو رو این نعمت رو بهت داده. الان که خداوند به شما بیننده ارجمند توفیق داده که با صدها وسوسه شیطان این برنامه توحیدی و قرآنی رو ببینید، مشاهده کنید، طاعت خداوند را انجام بدید، شکر خدا کنید. اما عجب و خودپرستی مصیبت بزرگیه. امام دیلمی روایت میکنه از حضرت انس که الذنب شؤم على غیر فاعله، گناه حتی بر غیر فاعلش هم شقاوت و بدبختیه. مثلا شما یه دوست دارید گرفتاری معصیتی شد، شما گرفتار معصیت نشدید لیکن خود اون گناه بر دیگران شومه. چطوری؟ بر کس دیگه اگه راضی بی گناه بشه، یکی شراب خورده، یکی روزه خونده، یکی سینه زده، یکی زیارت قبرها رفته، اینا همش معصیته، معصیت‌های بزرگی اینا. همین که راضی بشه در گناه شریکه. یکی سیگار کشیده، یکی گناهی انجام داده، اگه یادش بیاد مخفیانه این کار کرده، نه علنی، اگه ذکرش کنه، یادش کنه، غیبتش کرده، اگه بهش عیبجویی بکنه مبتلا میشه خودش. این امام دیدمی از انس روایت میکنه. برسا وقتی برادر مسلمانت یک مرتکب یک گناه شد مخفیانه، نباید رسواش کنید، نباید رسواش کنید، نباید ازش عیبجویی بکنید و نباید تاییدش بکنید، بلکه باید نصیحتش کنید. اما اینا عرض کردم اینا معصیت های شخصیه، اما منکرات رو علنن باید انکار کرد، شرک ها رو، کفر ها رو، زلالت ها رو، اینها رو علنن باید انکار کرد. ولذا در آثار اومده که من غاب عن معصیت فرضیها که من شهده ها، کسی که در یک معصیت حاضر نبود، مثلا شما در روزخانی حاضر نبودید، خدای نکرده که روزخان بشید، در قبر پرستی حاضر نبودید، در برسر این بتخانه‌های به نام عتبات آلیات نرفتید لیکن راضی شدید، فرضیا کسی که حاضر نشده باشه، همین که راضی بشه مثل کسی که حاضر شده باشه، کسی شراب بخوره شما نخوردید، راضی بشی گویا شراب خوردید، فرقی نکرده. اما کسی که و من شهد معصیتا فانکرها کمن کان کمن غاب عنها، کسی یک معصیتی رو حاضر شده لیکن انکارش کرده، درست مثل کسی که اصلا حاضر نبوده. همه اینها وقتی که معصیت ها فردی باشه، و الا منکرات عظیم و شرک و بت پرستی رو، امام پرستی رو،
از غیر خدا استعانت جستن و اینها باید علنا انکار بشه، باید باش مبارزه بشه، باید باش جهاد قلمی بشه، جهاد بیانی بشه، جهاد سنانی بشه، جهاد تلویزیونی بشه. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. معنی اینکه دروازه آسمان باز میشه چیه؟ یعنی که خداوند در قلب تجلی میکنه، بهت آرامش میده. با این آرامشی که خداوند بهت میده خوشبخت میشید. اگر همه چیز هم از دست بدی، هیچی هم نداشته باشی، لیکن اگر این آرامش رو، این آرامش الهی رو از دست بدید، مالک هر چیزی بشید بدبختید. مالک همه دنیا هم بشید آرامش نداشته باشید بدبختید، مضطرب باشید، نگران باشید، پریشان باشید. اما اگر در مثل حضرت یونس در شکم ماهی باشید، در شب تاریک و ظلمت شب و ظلمت دریا و ظلمت شکم ماهی، وقتی خداوند به تجلی کنه، وقتی خداوند به آرامش بده، در جنتید، در جنت قرب خداوند هستید. ولذا پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که در غار بود، دشمنان بالا سرشان، لیکن خداوند چون این سکینه رو بهش میده، او و یارش را. حضرت یونس علیه و نبی نسات و سلام در شکم ماهیه، لیکن وقتی خداوند چون این آرامش و سکینه رو بهش میده، گویا که در جنته. حضرت ابراهیم علیه و نبی نسات و سلام در آتش انداخته شده، لیکن وقتی خداوند چون این آرامشی رو بهش میده، ابواب آسمان رو براش باز میکنه، گویا که در جنته. اهل کهف وقتی که از دست طاغوت زمان، از دست خامنه‌ای و خمینی زمان فرار کردند و به غار پناه بردند، خداوند چنین سکینه رو بهشون، چنین آرامشی رو بهشون داد. چنین آرامشی رو که خداوند به من شما هم عطا کنه، اگه خداوند به کسی بده خوشبخت‌ترین مردمه، و هر که اونو نداشته باشه بدبخت‌ترین مردمه. انسان اگر همه چیز داشته باشه، این آرامش روحی رو نداشته باشه، هیچی نداره. پس باز شدن دروازه آسمان اینه که قلبت آرامش داشته باشه، قلبت امنیت داشته باشه. همچنان در سوره انعام میخونیم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. چه گروهی به امن و امنیت سزاوارتر اگه شما میدونید؟ دوستان این چراغ من خاموش کنم شاید بهتر باشه، نمیدونم. گویا یه ذره بهتر شد. یک لحظه من اجازه بدید. یه ذره بهتر شد. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. چه گروهی از شما، از دو گروه به امنیت، به آرامش، به سکینه سزاوارتر اگه شما میدونید؟ قرآن مشخص میکنه اینها رو. اونهایی که دربهای آسمان براشون باز میشه، اونهایی که رحمت خداوند برشون نازل میشه، اونا کیان؟ آیا اونا کسانی که به امامت ایمان دارن؟ اونا کسانی که عیسی رو خدا کردن؟ اونا کسانی که 12 خدایی شدن، 14 خدایی شدن، 3 خدایی شدن مثل مسیح پرستان، 14 خدایی و 12 خدایی شدن مثل شیعیان؟ نه،
اونها موحدانی هستند که الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اونها هستند که ایمان آوردن، ایمان توحیدی، ایمان همان ایمانی را که عیسی علیه السلام بهش ایمان آورد، همان ایمانی را که موسی علیه و نبی صلی الله علیه و سلم بهش ایمان آورد، همان ایمانی را که محمد و عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و همه پیغمبران بهش ایمان آوردن. اون ایمان درسته، نه ایمانی که ایمان پیغمبر پرستان یا ایمان پرستان. ولی اینجاست که ما میبینیم قرآن دعوت مسیح را از مسیحیان بهتر حفظ میکنه، دعوت موسی را از موسی پرستان و از عزیر پرستان و از یهودیان بهتر حفظ میکنه، برکه کتابی است که خداوند گفته من حافظشم، بقیه کتاب ها رو نگفته من حافظشم، گفته به مستوف زمون کتاب الله، حفظ کتاب ها رو به عهده خودشون گذاشته. اینجا هم اگر بخواهید دربهای آسمان براتون باز بشه، مستقیم با خدا ارتباط داشته باشید، قلبتون رو محل تجلی خداوند باشه، ایمان توحیدی بیارید، ایمان قرآنی بیارید، ایمان نبوی بیارید. الذین آمنوا، اون ایمان توحید، ایمان به خداوند، ایمان به مبدأ و معاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، به همه پیغمبران ایمان داشتنه. یه نفر پیغمبر که قرآن ذکر کرده ایمان ندارید کافر میشید. الذین آمنوا، لیکن اصل چیه؟ مبدأ و معاد. مبدا خداونده، معاد اونجا پیشش محاسبه میشیم. شیعه میگه نه آقا، علی محاسبه میکنه. خب علی رو که محاسبه میکنه؟ نه، اون که آسمان رو پف کنه باید میبرشه. اما ایمان توحیدی، اونهایی که آرامش خداوند، سکینه خداوند، آسودگی خاطر خداوند از طرف خداوندشون نازل میشه، الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردن. بالاترین ظلم هم شرکه. بالاترین ظلم اینه که شما بگی یا علی مدد، یا عیسی مدد، یا موسی مدد، به مجردی که اون مدد ازش خواستید و او رو جای خدا گذاشتید. بلکه مدد خداونده که همه رو مدد میکنه، همه پیغمبران، همه بزرگان، همه امامان، اگه خداوند به یک ذره اکسیژن مددشون میکرد میمردن، غذا نمیخوردن بهشون نمیرسید میمردن. اما خدا چنین نیست، به همه چی بی نیازه. همه کس در همه چیز، به همه چیز به خدا نیاز داره. خداوند به هیچ کس، به هیچ چیز، در هیچ چیز نیازی نداره. خدای اینه، بلکه مدد رسان اوست. دیگران رو به جای خدا مدد رسان قرار دادن، اونا رو جای خدا نشوندنه. اگر بخواهید دربهای آسمان به صوتون باز بشه، آرامش خداوند به صوتون باز بشه، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، بشید میگه اینها که اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینایند که امنیت و آرامش براشونه و اینها اهل هدایت. اگر امامت می بود اینجا ذکر میکرد، اگر ولایت و امامت و عصمت و کفت زهرمارهایی که از یهودیت به تشیع سرایت کرده خب اینجا ذکر میکرد. خب اما وقتی که دربهای آسمان به صوت باز بشه، خداوند قلبت رو روشن میکنه، بهت حکمت میده، در هر لحظه حس میکنی که در ارتباط با خدایی. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، هر که بهش، همچنان در سوره بقره آیه شریفی 269، هر که بهش حکمت داده شده خیر بزرگی بهش داده شده. خداوند من شما را از اینا قرار بده. اگر دربهای آسمان به صوت گشاده بشه، خداوند خوشنودی رو تو دلت میندازه، خداوند تفاؤل و خوشبینی رو تو دلت میندازه، عقلت گمراه نمیشه، نفست بدبخت نمیشه. اگر دربهای آسمان به صوت گشاده بشه، جز از خدا نمیترسید، نه از قبر میترسید، نه از پیر میترسید، نه از پاتال میترسید. اما اگر درهای آسمان رود بسته بشه، از هر خس، از هر خس و خاشاکی میترسید. این صوفیا رو نگاه کن، آقا قبر فلانی بد نگو، اگر به قبر چپ نگاه کنی با شکمت چنان باد کنه که خالی، که هرگز خالی نشه.
چنان باد ازش در بیاد که هرگز بسته نشه. نه چیه نه؟ امام ها که هیچی سوسک میشید اصلا. اگه به امامی چپ نگاه کنید اون، اما اون بچه قرطی که به نام امام زمان درست کردن که دروغ میشنید، اسمشو بگیرید هیس بگید اصلا، اسم مادرش اسمشو نگیرید هیس، بس مسخره ها چیه؟ هر کی که خدا رو رها کنه این چنین گرفتار هر خس و خاشاکی میشه، هر آخوندکی هر آلوندکی اونو میترسونه، از قبر میترسونه، از پیر میترسونه، از شیخ میترسونه، از مرده میترسونه، از زنده میترسونه. باور کنید که اینا اهل طریقه از شیخهای خودشون از خدا بیشتر میترسن. میگه شیخ منو نگاه میکنه، شیخ منو نگاه مراقب اعمالشه، چه کفری بالاتر از این؟ شیخ در یه شهر دیگه، اون در شهر دیگه، نه او شیخ هم فکر میکنه بله شیطان در ایمنیان واسطه. من با اینا بودم میدونمشون، تجربهشون کردم. اما اگر دربهای آسمان به سود گشاده بشه، خداوند ما و شما را از اینا قرار بده، از راه قرآن، از راه سنت نبوی، خداشناسی اینه، اون وقتی که جز از خدا از هیچ که نمی ترسید. موحد چو ذری زی اندر برش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکست، بر این است مبنای توحید و بس. اگر دربهای آسمان به سود گشاده بشه، جز از خدا نمی ترسید، از سرزنش دیگران نمی ترسید، خداوند به بینایی میده که بصیرت به بصرت میده، حکمت به قولت میده، سخنانی میگی خودت تعجب میکنی حرفا رو از کجا میزنی، حکمت بهت میده، فهم عمیق بهت میده، سطحی نگر نمیشی، مالک نفست میشی، نفست برات سوار نمیشه، تو بر نفست سوار میشی، بر هوای خودت فرماندهی میکنی، زمام دست خودت میشه، خودت دست نفس و شیطان نمیشی. اگر ابواب آسمان سوی انسان باز بشه، میگه که چقدر مسکینند اهل دنیا، به دنیا آمدند و خارج شدند، بهترین چیزی که در دنیا بوده طعمشون نچشیدند، اون جنت قرب خداوند در این دنیا است. در دنیا جنتی هست که اگر کسی داخل جنت دنیا نشه، به آخرت هم جنت در جنت نمیره، اون جنت قرب خداونده. اگر ابواب آسمان به سود باز بشه، خداوند تو رو یاد میکنه، همچون که تو خدا رو یاد میکنید، خداوند در ملای اعلا بهتر یادت میکنه، ذکرت میکنه. اما ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، اونها که تکذیب آیات ما کردن و تکبر ورزیدن از آیات ما، اگر نتایج خطرناکی نمی بود، انسان تکذیب کنه ما هر جور دلش میخواد تکذیب میکرد، لیکن مشکل نتیجهش خطرناکه. اونها که تکذیب آیات ما کردن و تکبر ورزیدن، لا تفتح لهم ابواب السماء، ابواب السماء، درهای آسمان به سوشون باز نمیشه. اما مؤمن، اما موحد زیر در چشم خداوند قرار داره، به توفیق خداوند حرکت میکنه، با تأیید خداوند حرکت میکنه، در حفظ خداونده، خداوند ملائکه میفرسته که اونو حفظ کنن، خداوند بهش تأیید میده، بهش توفیق میده، کمکش میکنه، حقیقت رو براش کشف میکنه، در قلبش نور میندازه. اگر ابواب آسمان به سوی انسان باز بشه، خداوند همسر صالح نصیبش میکنه، در دل مردم محبتشو میندازه، همچون که در سوره طه آیه 39 میفرمایند و القیت علیک محبتا منی، من محبت خودم را در دل مردم بر تو انداختم. انسانی که با خدا باشه مردم دوستش خواهند داشت، انسانی که بی خدا باشه حتی زن و بچه‌هاش ازش بدشون میاد.
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. در دنيا أبواب أسمان برشون باز نمیشه، ولا يدخلون الجنة، ودر آخرات از نعمتهای آخرات محروم میشن. ولمن خاف مقام ربه جنتان، کسی که از مقام پروردگارش، از عظمت پروردگارش بترسه، دو جنت داره، یه جنت در دنیا قرب خداوند و یه جنت در آخرت. و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، هر که از یاد من غفلت کنه، نگفت از یاد علی هیس هیس بگی، هیس هیس حسین حسین بگی، اینا مسخره، اینا ذکرهای شیطانیه. هر اون چرا که شما در حسینی ها در میان این دستهان این روزخانان دغا و به قول آیت الله برقی و آخوندهای بیهیا میشنوید، اینها ذکرهای شیطانی است. اما ذکر قرآنی، و من اعرض عن ذکری، از یاد خداوند غافل بمونه، نگفت از یاد علی، نگفت از یاد حسین. ببینید که اینا چه جنایتی کردند که به جای یاد خداوند بشر رو میذارن، یکی عیسی رو میذاره، یکی امام رو میذاره، یکی شهید رو میذاره، یکی شیخ رو میذاره، یکی فریخ رو میذاره، یکی بوت مادی رو میذاره، یکی بوت معنوی رو میذاره، از منات و لات و عزا و هبل هر یکی دارد بوتی اندر بغل، لیک آخوند ما از برهمن کافرتر است، چون که لیک او را سومنات اندر سر است، افکارش عقایدش بوت پرستیه. امامت یک بوت پرستی است، امام زمان یک بوته. بیدار شید، هزار سال این حرفا رو به تو نگفتن، امروز که به فضل خداوند بعد از اون به فضل وسایل ارتباط جمعی حرفا بهتون میرسه، آگاه شید، بر خودتون رحم کنید، بیش از این در این جهنم فریب نمونید. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، هر که از یاد من غفلت کنه زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت او رو کور برمی‌انگیزیم. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، ای خدای من در دنیا که بینا بودم چرا منو کور حشر کردید؟ توجه فرمایید. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، چون در دنیا خودتو به کوری زدی، به جای رسالت از امامت پیروی کردید، به جای توحید شرک ورزیدید، حرف عیسی را گوش نکردید و محمد ایمان نیاوردید، حرف موسی را گوش نکردید و محمد ایمان نیاوردید. این چنین آیه های ما به سویت اومد، اینا را فراموش کردید، امروز تو هم به فراموشی سپرده میشید، یعنی مقابل مثل باد میشه. گاهی انسان یه مخالفت برخلاف قانون یه کاری میکنه، یه جریمه ای داره، 100 پوند، 50 پوند، مشکلی نیست، قابل حله. اما گاهی مخالفت داره که بعدش اعدامه، این مشکل بزرگیه. خداوند عز و جل میفرماید ان الذين كذبوا بآياتنا، اونایی که تکذیب آیات ما کردن، آیه های هستی، آیه های تکوینی، آیه قرآنی، آیه اجازی و تکبر ورزیدن، امروز همه لایک‌ها رو شما بی دین ها رو باشون بحث کنیم، میگه آقای قوانین طبیعت، قوانین طبیعت یعنی چی؟ طبیعت چیه؟ درخت ها، درخت بر خودش قانون میتراشه، دریا بر خودش قانون میتراشه، اینا تکبره، این همش تکبره، یه تکبر علمی. لا تو اینایی که چنین و تکبر کردن، ابواب آسمان برشون باز نمیشه، نه حکمتی، نه رحمتی، نه توفیقی، نه تأییدی، نه نصرتی، نه آرامشی. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا،
هر کس یاد من غفلت کنه زندگی سختی خواهد داشت، زندگی تیره‌ای خواهد داشت. از یاد خدا غفلت نکنید و یاد حسن و حسین و علی و تقی و نقی دینتون را ویران نکنید، توحیدتون را به شرک مبدل نکنید، خدای خودتون را خشمگین نکنید، با قرآنتون مبارزه نکنید. همون کاری که شیعه و بقیه اهل بدعت انجام دادن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تا اینجا من توقف میکنم.